اگر رابطه یه دختر پسر رو تو ایران آزاد بشه چی میشه؟ یا اصلا جدا کردن زن و مرد چه تأثیری روی مردم ما داشته؟ میخواییم ببینیم اگر رابطه یه زن و مرد آزاد بشه چی میشه؟ و نگاهی هم به فیلم سفرهای گالیور سال 1996 میندازیم، چون مثال خوبی در اونجا وجود داره. در این داستان گالیور به 7 کشور جهان سفر میکنه و هر جایی با یه فرهنگ و گونه جدید برخورد میکنه. یه جا آدم کوچولو میبینه، یه جا آدم بزرگ میبینه و خلاصه کلی ماجراجویی میکنه. در یکی از همین مناطق گالیور به سرزمینی میره که زن و مرد رو از هم جدا کردن، اونم تو شرق. لباسای اونا شبیه هندیاست، اما این نمادی از کل شرقه، چون در بیشتر مناطق شرق روابط زن و مرد به خاطر ادیان و رسومات و آیین‌ها خیلی سخت شده و تفکیک جنسیتی بیشتره، مثل ایران و هندوستان و کره و ژاپن. در این سرزمین یه جزیره پرنده وجود داره که همه مردا اونجا رفتن و در سرزمین پایینی همه زنا زندگی میکنن. اگر به این قسمت دقت کنی، مردای عجیبی داره. اونا زیاد فکر میکنن و زودم تمرکزشون رو از دست میدن و یه نفر همیشه باید با یه چوب مثل طبل بزنه تو سرشون که حواسشون جمع بشه. این مردا دنبال پیدا کردن حقیقتن، اما به نظر میاد بیشتر خودشون رو گم کردن و در یک دنیای خیالی گیر کردن. این دقیقاً اثر جدا کردن زن و مرده. علم نشون داده زنها تمرکز بالاتری دارن و چند تا کار رو میتونن با هم انجام بدن. اصطلاحاً مولتی تاسکینگن، به خاطر اینکه زنها بیشتر تو حالت لحظه هستن و جلوی مغزشون فعالتره. اکهارت توله تو کتاب قدرت الان میگه اگر بخوای خودتو بشناسی و به انرژی هستی متصل بشی، باید به لحظه حال وارد بشی. یعنی از گذشته و آینده جدا بشی و فقط به لحظه حال فکر کنی. تمرینی که میتونه کمک کنه یه نفر به لحظه حال وارد بشه اینه که بشینی یه جا و روی صداهای اطراف تمرکز کنی. این قوی ترین نوع مدیتیشنه. یعنی صداهای اطرافتو بشماری، مثلا صدای فن، صدای ماشینای بیرون، صدای همسایه، صدای یخچال. و با این تمرین میتونی وارد زمان حال بشی. بقیهشو میذارم به عهده خودتون، برین کتاب قدرت الان رو بخونید. چون زنها بیشتر در حالت لحظه هستن، در رابطه با مردها بازخوردهای خوبی از رفتار اونا بهشون میدن و مردها رو به لحظه حال میکشونن، یعنی فیدبک خوبی دارن. اما در جامعه‌ای که زنها از مردها جدا شده باشن یا به اصطلاح تفکیک جنسیتی شده باشن، مردها بیشتر در رویا و ناخودآگاه فرو میرن و از واقعیت فاصله میگیرن و اون جامعه دچار مشکلات ذهنی میشه. یعنی تو واقعیت زندگی نمیکنن، در مورد روابط خیال پردازی میکنن. تازه اینجوری فساد جنسی بیشتر هم میشه، چون ناخودآگاه به مسائل جنسی متصله و آدما بیشتر سراغ خودارضایی میرن نسبت به موقعی که آگاه باشن. اونایی که خیال میکنن میشه روابط جنسی رو ممنوع کرد، سخت در اشتباهن، چون رابطه جنسی برای آدما مثل غذا خوردنه، یه نیازه. هر چقدر بیشتر ممنوع بشه فساد بیشتر میشه، چون نیاز که از بین نمیره، صفر نمیشه، همیشه هست. پس این نیاز یه جای دیگه خالی میشه. روش سنتی هم که دیگه جواب نمیده. آخه الان آدما بین 15 سال تا 25 سال اصلا نمیتونن ازدواج کنن. نه تو ایران، بلکه تو هیچ کشور دیگه دنیا هم نمیشه. پس دیگه سنت جواب نمیده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید و این کانال رو هم سابسکرایب کنید. من علی فرهنگی‌مهر هستم و موضوعات دینی و علمی رو توی فیلم ها بررسی میکنم. و در آخر هم یکی دیگه از ویدیوهایی که از فیلم برای گفتن حقیقت استفاده کردم رو بهتون معرفی میکنم. خدا نگهدار.